صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است. احترام عشق هم از احترام زینب است. فرش را تا عرش پیمودن نکار هر کسی است، این مسافت هرچه باشد زیر گام زینب است. مشت را کرده گره با هیبت و احساس گفت این حسین فرمانده عالم امام زینب است. میزند فریاد، فریادی که حیدرگونه است، ازدحام اهل کوفه از کلام زینب است. گرچه جایز نیست از بهر زنان امر جهاد، چادر و پوشش نمادی از قیام زینب است. سلام عرض میکنم خدمت شما عزاداران ابا عبدالله الحسین، بینندگان برنامه به وقت سلام. اعظم الله اجورنا و اجورکم. باز هم خدا رو حمد میکنیم که یک قسمت دیگه و یک بار دیگه به ما توفیق داد که در خدمت شما عزیزان باشیم، که همیشه نگاه شما گرمابخش قلبهای ماست و برای ما قوت قلبه. سلام امشب رو میخواییم تقدیم بکنیم به همه خواهران دلسوز، خواهرانی که غمخوار برادرشون هستند، و بهترین خواهری که دلسوز برادر بود حضرت عقیله زینب کبرا سلام الله علیها. وقت سلام، دست به سینه میگذاریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. ای آن که نوکری توست خیر العمل حسین، ای آن که نوکری توست خیر العمل حسین، تو آقا من غلامت از ازل حسین، در باب عشق بر شما فرمود امام رضا، این کنت باکیان لشی فبکه علال حسین، گریه می کنم بر ذبیح عطشان، گریه می کنم بر قتیل عریان، گریه می کنم بر حسین مظلوم، گریه می کنم بر اسیر عدوان، سیدی و مولا ابا عبدالله، سیدی و مولای ابا عبدالله، سیدی و مولای ابا عبدالله، سیدی و مولای ابا عبدالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یعبد الله علی حرف. یه عده‌ای از مردم هستن که خدا رو با فقط با حرف پرستش میکنن.
اما موقعی که موقع عمل میشه، مخصوصا در سختی ها پشت میکنن. وقتی خیری به اونها میرسه، بله قلبشون مطمئنه، اما وقتی سختی و مصیبتی میرسه، برمیگردن از ایمانی که دارن. قرآن این آدما رو که فقط از روی حرف خدا رو عبادت میکنن ولی در عمل کاری انجام نمیدن، خسرت دنیا و آخره نامگذاری کرده. یعنی هم تو دنیا ضرر میکنن هم در آخرت. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خطبه ای برای کوفیان خوندن که درس هایی داره الالعبد برای هر کسی که اهل ایمانه. حضرت زینب سلام الله علیها به همین نقطه اشاره کردند. نقطه‌ای که ما ازش درس می‌گیریم که ایمان طبق احادیث معصومین سه وجه داره: قلباً، قولاً و فعلاً. یعنی هم با قلبت، هم با زبانت، هم در عملت اون چیزی رو که باید انجام بدی، امام رو یاری کنی، خدا رو پرستش بکنی. اما کوفیا قسمت آخر رو انجام ندادن و هیچ سودی بهشون نداد جز این که خسرت دنیا و آخره شدن. اونهایی که امام زمانشون و سید الشهدا رو تنها گذاشتن، خب برخیشون هم رسیدن به فوز عظیم و رستگاری بزرگ و در رکاب سید الشهدا شهید شدن. حضرت زینب در خطبه‌ای که فرمودند، کوفیان رو تشبیه میکنن، میگن ای اهل دغل، ای اهل ریاکاری و مکر. و نقل به مضمون میکنم خطبه رو، سه تا مثال میزنن: شما بسان سبزی ها و ریحان هایی میمونید که در مزبله یا در فضولات حیوان رویده. از یک پهن یک سبزی معطر بیرون میاد، کیه که رغبت بکنه که اون سبزی رو بخوره؟ شما بسان سبزی هایی میمونید که از زباله یا از فضولات حیوان رویدن کرده. اشاره به سبزی، اشاره به اون محبت قلبی که داشتید، دعوتی که نوشتید، میخواستید که ما بیاییم، اما در عمل ضعیف بودید. و فرمودند که شما بسان نقره‌ای میمونید که باهاش قبر رو آراسته بکنن. نقره میتونه درهم و دینار بشه، میتونه به خیلی کارها بیاد، اما نقره‌ای که باش قبر رو آراسته بکنن به هیچ کاری نمیاد. اون محبتی که شما در دلتون داشتی تشبیه به نقره شد، اما قبر رو باش آراسته کردید، این محبت بروز و نمود پیدا نکرد، این محبت تبدیل به مودت نشد، یعنی تبدیل نشد به عمل صالح و یاری امام. در تعبیر دیگری فرمودن، اشاره به مثال قرآنی زدن، شما بسان زنی میمونید که رشته ها رو بعد از به هم پیچیدن از هم باز میکرد. یک زنی در عرب بوده، متمولم بوده، پولدارم بوده، یه عده رو استخدام کرده بوده، غلام و کنیز. صبحها این نخرا رو میریسیدن با پنبه یا پشم گوسفندان، نخ رو درست میکردن، از بعد از ظهر بهشون فرمان میداده از دوباره از هم باز بکنن. اشاره به اینه که شما دعوت کردید ما رو، خواستید یه اصلاحی انجام بدید، خواستید یزید رو پایین بکشید، اما در عمل رشته ها رو از هم گسستید و باعث این تنها گذاشتن امام، باعث شهادت سید الشهدا علیه السلام شد. و مثال دیگری هم که بعضی جاها در بعضی ترجمه ها هست راجع به همون نقره، مثالیه که می‌فرمایند شما بسان سکه‌ای هستید که یه روی اون ضرب شده و روی دیگر نیست، مثل سکه تقلبی هستید که به کار نمیاد. اینها همش مثال‌هاییه که تشبیه از اینه که اگرچه بعضی از شماها یا خیلی از شماها قلبشون با امام حسین علیه السلام بود، اما این محبت رو تبدیل به عمل نکردند و هیچ به کارشون نیومد، بلکه در عمل و در نتیجه باعث شهادت سید الشهدا علیه السلام شدن. این همون حرفیه که فرزدق هم به امام حسین علیه السلام عرضه داشت تو راهی که به کوفه میومد. وقتی امام حسین از کوفی ها سوال کردش، فرزدق جواب داد با اون طبع شاعرانه خودش، عرضه داشت که قلوبهم معک
و سیوفهم علیک، قلباشون با توه اما عذر میخوام قلباشون با توه اما شمشیرهاشون علیه توه. این چه فایده ای داره؟ این انسان رو به کجا میرسونه؟ الا همون آیه ای که بر شما تلاوت کردم که خداوند میفرماید خسرت دنیا و الاخره میشن، نه در دنیا بهره مند میشن نه در آخرت. کوفیام همین شدن، در دنیا که بهره مند نشدن، اونها رو متهم کردن که با یزید دشمنی میکنن و شیعه امیرالمومنین هستن. در آخرت هم بهره مند نشدن، اونایی که امام حسین رو تنها گذاشتن دچار خذلان شدن. خسرت دنیا و الاخره. باید تلاش بکنیم که ایمانمون، حبمون، محبتمون به اهل بیت علیه السلام قلبن، قولن و فعلن باشه انشاءالله. بریم فاصلهی بگیریم، برمیگردیم در خدمت مهمان برنامه هستیم، از محضرشون فیض اکمل رو خواهیم بود. کار داریم در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید. علیکم السلام. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حاج حسین عزیز، یه معرفی از خودتون داشته باشید که کجای دستگاه امام حسین علیه السلام افتخار داری خدمت میکنی؟ ما الحمدلله رب العالمین از وقتی که خودمون شناختیم، چه کربلا چه ایران، همون سبک زنجیرزنی کربلا که داشتیم، ایران هم الحمدلله داریم. اون نداهایی که کربلا میدادیم اینجا هم انجام میدیم. ما از وقتی که خودمون شناختیم کربلا زنجیر میزدیم تو هیئت شباب المنتظر. متولد کربلا هستید حاج حسین آقا؟ بله، متولدمون کربلاست. اون زمانی هم که ما کربلا بودیم، ایام محرم رو ما کربلا زنجیر میزدیم. بله. تو هیئت شباب المنتظر، تو حیدریه، تو زینبیه، با اعضای ترکا بزرگ شده زنجیرزنی هستیم، نوکر آقای امام حسین. الحمدلله رب العالمین. اینکه خدا الحمدلله این روزی رو به ما داد. تا چند سالگی کربلا بودی حاج حسین؟ ما تا 20 سال که 25 سال کربلا بودیم. پس جوونی تو کربلا بود. ما جوونمون کربلا. از عذاب و دستجات و رسومات کربلا هم برامون میگی که؟ بله، چون کربلا از اول محرم زنجیر زنی شروع میشد، از صبح تا اذان ظهر. صبح تا ظهر زنجیر میزد. بله، بعدم میمدیم پلو پدرمون. حالا شما چطور شد زنجیر زن شدی برای امام حسین؟ ما اینم از تربیت پدرمون. دستمونه میگیره ماره میبرد تو عزای زنجیر زنا، دستمونه میگیره ماره میبرد توی عزای سین زنی. بابا این کارته، این کارته، از این کار بهتر گیر نمیاد. شما رو راهنمایی کرد که نوکر امام حسین علیه السلام. اینم از پدر و مادرمون داریم. الحمدلله رب العالمین. الهشم. چطور زنجیر میزنن تو کربلا؟ این رسمش چجوریه؟ نداهای خاصی میگن؟ بله دیگه. این نداهاشو واسمون میگی؟ چون مثلا سر دستها، خدا رحمت کنه اموات همتونو. خدا رحمت کنه. خدا بیامرزتش. سید هاشم هاشمی داشتیم، یه حسین قهوچی داشتیم، اینا ندا میدادن تو زنجیر زنی. مثلا در بازار نعلندوزا تا در شهدا، از در شهدا تا وسط بازار، از وسط بازار تا همینطور مسلسل تا برسن صحنه ابوالفضل. اون موقع بین الحرمه خالی بود یا بازار؟ بین الحرمه نه، از تو بازار میرفتیم، بعدن از بین الحرمین میمدیم. بین الحرمین محوطه باز بود همون موقع؟ بله، نه به این بزرگی نبود، محوطش معمولی بود. بعد دسته زنجیر زنی؟ بله، دسته زنجیر پشت سر هم میمد. اول ترکا میمدن، بعدن منتظر میمد، بعدن حیدریه میمد، بعدن هم زینبیه میمد. ترکا اونجا ساکن بودن؟ بله، مسجد داشتن. شما هم خودتون اصالتتون ایرانی بود ولی اونجا بله، ساکن بود؟ بله، ما تولدمون کربلا بود. بله، اصلمون ایرانی بود. اصلتون ایران. چه نواها و چه نداهایی میخونن توی زنجیرزنی کربلایی؟ معمولا نداهاش بگم دیگه. بله بخونید. نداهاش این بود، مثلا اول ابتداء زنجیرزنی، مثلا سید هاشم هاشمی خدا رحمتش کنه، خدا رحمت، ایشون بلند میشد و نوح خون میخون،
یه اشاره میداد نوحه خون ساکت میشد، سید هاشم هاشمی دستش بلند میکرد و صدا میزد مظلوم غریب شهید یا عبدالله یا ابن الزهرا. مولا شروع میکرد به خوندنش. همه حسین جواب میدن. بله همه یا حسین. تو این که انتخاب کنن چه کسی اینو بگه چطور انتخاب میکرد؟ بله اینا سه تا بودن خدا رحمتشون کن. خدا بیامرز. یکی سید هاشم هاشمی بود، یکی حاج حسین آقای قوچی بود، یکی حاج جواد فدوی بود. اون ندایش این بود: ای تشنه لب، ای بی کفن، دور از وطن، یا حسین، یا غریب، یا شهید، یا بی عبدالله، یا ابن الزهرا. تماس دعا هم جوابشون یا حسین بود. یا حسین. بعد دم عربی هم میخوندن؟ دم عربیشون اونا تو ایوان آقا سید شهدا وقتی وارد حرم ایوان سید شهدا میخوندن یه چند رزم بود اونم میخوندن که عربی بود. بله ملاشون که خلاص میکرد شیعتی میخوندن. شیعتی مهما شرب تم عذب ما ان فذكروني وانا بن صبط الذي من غير جرم قتلوني. يا حسين يا حسين يا حسين. بعد یعنی اونجا شیعیان مختلف با زبونهای مختلف جمع شده بودن، جمع میشدن هر کدوم میگرفتن تو چیز تو ایمون طلا. خدا روزی همتون بکنه. تو ایمون طلا جلو قبر آقا سید شهدا و دم میگرفتن و میخوند هر کی با زبون خود. بله زبون ترک‌ها به زبون خودشون میخوندن. بعد از اون اومدید ایران و حسینیه کربلایی ها. نه دیگه وارد ایران که شدیم هنوز حسین کربلایی ها یعنی بلد نبودیم که بریم کجا هستن چجوری. یه سالی موندیم بعدن فهمیدیم یه حسینیه کربلایی ها توی مروی هست. بعد از مروی اومدن یه سال تو مسجد ارک، بعد از یه سال مسجد ارک اومدیم تو حسینی اصلی چهارراه گلبنده. بعدن ساخته شد یعنی. ساخته شد و که شما اونجا خدمت میکنیم. ما خدمت اول شاه عبدالعظیم بود. آه. اولین ندایی هم که ما تو شاه عبدالعظیم دادیم تو عزای زنجیر زنهای حیات شاه عبدالعظیم کربلایی های شاه عبدالعظیم. خب خیلی هم عالی. آقای حاج حسین عزیز شما به حمد الله شفا گرفته امام حسین علیه السلام هستی. رب العالمین هذا من فضل ربی شکر خدا. الحمدلله. اینم برامون میگی که چطور شد که شفا گرفته امام حسین؟ ما رفتیم چشمون عمل کردیم. بعد از چش عمل کردنمون یه مدت دیدم چشم ضعیفه. به پسرم گفتم بابا چرا چشم ضعیفه؟ من عمل کردم دو تاشو. گفتم میریم دکتر. ما رو بردن دکتر رو بعد آقای دکتر من صدا کرد و آقا حسین زاده چشمت باکش نی. اون کسایم که عمل چشت عمل کردن همه آمادن که برای شما صحبت کنن هر پیشنهادی داری. اما هیچی ما ندیدیم. یه قطره می نمیسم برات می فرستم. من اومدم خونه چهارشنبه بود. 15-16 روز برای محرم مونده بود. که اومدم خونه و صبح شب جمعه بیکار بودم. اومدم برم زیارت عاشورا دیدم تلفنم زنگ خورد. پسرم گفت بابا کجا داری میری؟ کجایی؟ تم دارم میرم زیارت عاشورا. گفت بیا در بنگاه سید شهدا. من
من بلند شدم رفتم دربونگا سید شهدا، دلم با دکتر صحبت کرده، منو بردن توی اتاق، یکی زد روی پای راستم، یکی رو پای چپم، یکی اینجام زد، یکی اینجام زد، بعد یه نسخه نوشت گفت ببرش توی اتاق دیگه. ما رو بردن توی اتاق دیگه و سرکله مونه بستن، سیم و تیر رو نمیدونم چی از این مال دکترها دیگه نا نمیدونم اینا رو بستن به سر ما یه ربع ساعتی. ولی ما خودمون به خودمون میگیم ما باکیمون، این در چیکار داریم میکنه. بعد اینا رو برداشتن و یه نامه نوشت بهش به بیمارستان براش یه عکس آمارهای بگیر. یه آمارهای گرفت و رفتیم تو، خودمون به خودمون گفتیم بر چی ما رو داریم میبرن تو؟ با این آماران میچرخه عکس میبین. ما هم شروع کردیم یا حسین گفتن یا مظلوم گفتن. اومدیم داخل همون دستگاه تو همین دستگاه چی اومدی ما رو آورد بیرون؟ گفت آقا سریع گیج نرم. گفتم نه. بعد گفت خب عکس آماده است، شما فردا ببین. پسرم گفت یه کارت ملی میذارم این عکس بده من میشونه دکتر بدم برات میاد. گفت اشکال نه. دادی دکتر من بیرون بودم، اومد گفت که شما برو. گفتم عکس چی میشه؟ گفت برات میفرست. اومدیم خونه و صبح رس اومدیم خونه، بعد از ظهر بود، دیدم خانومم گریه میکنه، دخترم گریه میکنه. تم بابا چی شده؟ چه گریه میکنی؟ گو میگن چا گرفته. تم چا رو صبح میزنیم چا باز میشه. پسرم گو بابا نه اون چایی که ما تو نظرته. تم نظرت چیه؟ گو این کاسه سرته میخواد وردار. گفته بر چی وردار؟ مگه به چی کار کردم؟ گو میگی دو تا قده اینجاشه. دیگه این قدر اگه در نیارن کور میشه بابا، یه قدر در میاری. همینا رو به بابات بگو، بگو یا بیمارستان نجات پیدا میکنی یا تو کما میری یا میمیری. اینا رو به بابات بگو همه رو که بدون. اینا رو ما داره به شما میگیم. دوشنبه هم قراره بری بیمارستان بستری بشه. گفتم خب 16 روز برای محرم مونده، رو من اونو ورش کن، بذار بعد از محرم، اگر که محرم زنجیر بزنیم کارامون انجام بدیم. یعنی اون موقعی که به شما گفته بودن ممکنه که حتی این عمل خیلی خطرناک باشه، شما به فکر محرم بودید؟ به فکر محرم بودم، خدا خود شاهد. خانمم رفت یه صندوقی داشتم، اون صندوق مکم برده بودمش، مدینم برده بودمش، کشیدم بیشون بیرون، این دستگاه زنجیرم توش بود. زنجیر رو برداشتم و سدم جلو آینه، گفتم خدای قسمت میدم به حق شکسته پهلوی حضرت زهرا، اگر اجازه بدی به این آینه، آینه به زبون میاد شهادت میده، امضا میکنه برای من که من جلوی این آینه زنجیر زدم، جلوی آینه زدم تو سرم. یعنی حیف این سرم زیر دست دکتر بره. اگر زیر دست دکتر رفت، منم زیر دست دکتر مردم، جواب مردم چی بدیم؟ مردم میگن این عمری که گذروندی، 70 سالته، 80 سالته، 30 سالته، 20 سالته، حسن حسین کردی، این سر باید اینجوری بشه؟ نمیخوام بشه، میخوام سالم در بیام. خانم اومد گفت حاجی من علویم، دعات میکنم خوب میشی، هیچ واکت نی، همینجوری که میری بیرون همینجوری هم میایی خون. همینجوری هم بعض اول محرم هم وارد آوردنم خونه. 6 ماه هم یا 3 ماه، 6 ماه همینطوری من دراز کشیده بودم. اون کاری هم که میخواستیم تو محرم بکنیم، دکتر گفت اجازه نداری، باید همینطور بخوابی تا خودمون بهت اجازه بدیم. اما اون عمل بازی که میخواستن انجام بدن، اون عمل باز نشد الحمدلله. گفتم ما معامله کردیم با امام حسین دیگه، این زنجیر مال امام حسینه، این صندوق به نام امام حسینه، معامله کردیم باش، علکه که نبود که. که دکتر گفت من نمیدونم بابا چی کار کرده. عکس دوم گفت ما نمیدونیم بابا چه کار کرده، چه کاره بوده، چه کار کرده ما نمیدونیم، اما برو انشالله اونجوری که تو مغزته اونجور نمیشه انشالله. از رون پامون رفتن، با البینیمون رفتن و خدا شما رو شفا داد و شفای خودتون رو الحمدلله رضای به رضای حسین علیه السلام میدید. الحمدلله، ایشالله که سالیان سال عمر با عزت داشته باشی و نوکری بکنی. الحمدلله رب العالمین. آقای حاج حسین عزیز، اگه شما هم شب عاشورای امام حسین علیه السلام تو کربلا بودی،
امام حسین یک کلمه ای به یاران خودش فرمود، گفتش که اگه میخواین برید، اگر هر کدوم از شما میخواین برید دست یکی از اهل بیت منم بگیرید با خودتون ببرید. اگه شما هم اونجا بودید و امام حسین بهتون میگفت، ما جونمونه میدادیم خاجه. اگر بهتون میگفتش که برید، امام حسین میفرمود که برید، شما چی جواب ما میدادیم؟ جونمونه میدادیم برای آقا سید شهدا. انشالله که همیشه زیر پرچم امام حسین علیه السلام باشی. حالا روز عاشورا شد و شب شما عاشورا. موندی بله، شما موندی تو لشکر امام حسین علیه السلام. هر کدوم از یارای امام حسین یه جور رجز میخوندن، یه جور خودشونو معرفی میکردن. حاج آقا اون سعادت میخواد، ما لایق اونا نیستیم به امام حسین. اگه شما میخواستی خودتو معرفی کنی با یکی از همین نداها، چجوری معرفی میکردی؟ خودش دیگه تکلیفش روشنه حاج آقا چون ما شب عاشورا مخصوصا تو تهران شب عاشورا اون زنجیر شروع میکنیم به زنجیر زنی. این نوکرا پیر غلام های امام حسین همه هستن، من جمله حاج آقای پورصفوی، جمال پورصفوی، سید جواد پسر اسد قنبر خدا رحمتش کنه، اینا جمع می شدیم دور هم دیگه حلقه می گرفتیم، من جمله حاج آقای علی فاخر جمع می شدیم اونجا، شیعتی می خوندیم. سید جواد با ما کمک می کرد، خدا عمرش بده، خدا رحمت کنه پدرشو. از حرم تا قتلگاه زینب صدا می زد حسین، دست پا می زد حسین. سید جواد بلند می شد می گفت شب عاشوراست امشب، کربلا قوقاس امشب، مظلوم. یه سنده ندای عجیبی میداد، سیدم بود، پدرشون خادم قمر بنی هاشم بودن. من پسرش شیعتی مهما شربتم عظم ما این فذکرونی و نبل سبط الذی من غیر جرم قتلونی. یا حسین میگفتی، یا حسین. اسم حضرت عباس علیه السلام هم آوردید. بله حاج حسین، اون ندایی که ما تا حسین کربلایی میدیم، یه آقای سیدی اومد گفت که حاج حسین آقا کامل کن مظلوم گفتن تو. گفتم حاج آقا تو رو حسین یادم، من اینا رو تو ذهن از خودم تو ذهنم میاد، تو مغزم میاد، میگم کسی به من نمیگه به ولای علی به امام حسین، لطف آقا سید اشتهاتا و علی ابن مسرداست. چطور علی ابن مسرزا؟ یعنی یا علی ابن مسرزا، یا یک سالی بود ما خانممون رفته بودیم امام رضا، 10 روز مونده بودیم امام رضا، روز آخر خواستیم از امام رضا بیاییم، شبش خواب دیدیم، تو عالم خواب دیدیم که از در گوهرشا که وارد حرم آقای حرم امام رضا میشین دست چپ میخواییم بریم بیرون، اون گوشه حریم ولای علی به امام حسین شکافته شد، تو دو دست اومد بیرون، دست مری گرفت مالید به صورت آمالیم، چهره رو که دیدم از خواب پریدم، یاد کربلا اومدم، از خواب پریدم اومدم با صاحب از حسین کربلای های مشهد، خدا بیامرزه، حاج احمد ابو زبلان، تم حاج احمد اجازه میده من میخوام مرخص شم، گفت چرا امشب میخوای بری؟ گفتم باید پلیت گرفتیم فردا، پس فردا باید سر کار باشم. گفت امشب میدونی چه خبره؟ گفت والله خبر ندارم. چه خبره؟ گفت امروز 23 ذی القعده زیارت خاص امام رضا. گفتم امام رضا دیشب دستمو گرفت تو عالم خواب. احمد بشمران دور از شما، دور از شما، خدا بیامردش. منو بغل کرد. گفت خدا ازت قبول کرد. امام رضا تو رو تو نسخه توی سند آقا امام حسین نوشت. خوش به حالت، برو حاج حسین. تو گرفتی و رفتی. ما رو دعا کن. این هم لطف آقای امام رضا و حضرت زهرا، ما رو هم دعا کن، خدا عاقبتتون رو بخیر کنه و آبروی امام حسین خدا حفظت کنه، خدا سلامتی بهتون بده، این زحمتی هم که میکشین اجرتون با آقا سید الشهدا باشه، خدا حفظت کنه. حاج حسین عزیز، امام حسین علیه السلام یه جا بیت العباس اسم یا قمر بنی هاشم لحد یا خزینه، یه جا فرمود حضرت امام حسین علیه السلام کمرم شکست. خب همون مطلب رو میخوام بگم، چون عرض کردم به خدا سواد ندارم به امام حسین، اینی که این سید پوریوانی بود،
یادش بخیر، گفت حاج حسین آقایی مردم تو کامل کن. گفتم چیکار کنم؟ تو رو سید، تو رو خدا بگو. گفت اسم برادر امام حسینم بیا. که اومدم خونه خود تو اتاق به خودم را رفتم، تمرین کردم به قول گفتنی. همون شبش اومدم رفتم، چون من با اجازه پیر غلام هم میرم منبر، اجازه ندارم من خودم تنها برم، اجازه میگیرم میرم. وقتی رفتم منبر صدا زدم مظلوم قریب شهید ابوالفضل علم دار، اجر همگی با حضرت زهرا و ام البنین، خدا رحمت کنه جواد فدوی رو، خدا نور از قبرش بباره. همینجا هم صدا میزد ای تش نلب ای بی کفن دور از وطن یا حسین یا غریب یا بی عبد الله یا ابن زهرا. از همگی التماس دعا، یا صاحب الزمان، یا غریب الفرج، یا الله. الهی آمین، الهی آمین. حاج حسین عزیز، اگر صدای شما همین الان تو همه بلندگوهای مجالس حسینی پخش بشه، همه بشنون، همه حسین چیا. من شرمنده همشون، من نوکر همشون، من همه رو دعا میکنم به امام حسین. یه آقایی گفت حاجی سه مرتبه بگی صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، مثل که تمام دنیا رو دعوت کردی کربلا. یادش بخیر سید کاظم پوریوانی، خدا طول عمرش بده، قرآن خون امام حسین حسینی کربلایی هست. خدا حفظش کنه انشالله. ما اینا رو از اینا یاد گرفتیم. خدا حفظش کنه انشالله. مزد نوکریتون رو در چی میبینید آقای حاج حسین عزیز؟ ما دنبال عاقبت به خیره هستیم، فقط خدا اینه از ما قبول کنه با آبروی امام حسین. ما خدمتگزار تمام پیر غلام های امام حسین حسینی کربلایی ها هستیم، همه شنو دعا میکنیم. خدا حفظت بکنه، ایشالله که در پناه امام حسین علیه السلام باشی همیشه، ندا بدی برای امام حسین هم تو دنیا هم تو آخرت. الحمدلله رب. یه دعا هم بنین و آخر حسن ختام برنامه همون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرج امام الزمان، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. يا الله. ایست صادق ما را خدا را قسم میدم با آبروی امام حسین، خدا شفاش بده رو پاش وسه امسال مظلومم بگه با آبروی امام حسین. عاقبت شما را به خیر کنه که اینایی که اینجا زحمت میکشن، جارو میکنن، چای میدن، قضا میدن، در باز میکنن، در میبندن به آبروی امام حسین، از خدا عاقبت به خیر باشیم انشاءالله. الهی آمین، الهی آمین. اینه که من بلد باشم اگر کمی زیادی من عرض میخوام. بسیار عالی بود. در پناه امام حسین علیه السلام باشید یا علی مدد. خدا عاقبتتون رو به خیر کنه. التماس دعا دارم. یاد اولید نگاه، یاد اولید نگاه، بذاری تو بخیر. یاد اولید نگاه، بذاری تو بخیر. لحظه ای که من شدم دیگه عاقبت بخیر. می سوزم کربلا.
برم جز زیر همین علم، روزه رو ازم نگیر جا موندم من از حرم. اللهم ارزقنا حرم، اللهم ارزقنا حرم، اللهم ارزقنا حرم، اللهم ارزقنا حرم. به حمد الله دلهامون مصفا شد با نوای گرم خادم الحسین حاج حسین حسینزاده عزیز که در هیئت کربلایی ها نوای مظلومش در این ایام برپاست. داشتیم صحبت میکردیم که ایمان سه وجه داره، یاری امام، محبت امام، مودت امام سه وجه داره: قلبن، قولن و فعلن. امام حسین علیه السلام هم در بین راه همین رو گوشزد کردند. در روایت مشهوری از امام حسین علیه السلام که میخونیم از ایشون که حضرت فرمودند ان الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا هن، قالب مردم، همونایی که امام حسین رو تنها گذاشتن. ان الناس عبید الدنیا، مردم بندگان دنیا هن، دنیایی که اسمش روش دنی یعنی پست. و دین لعق علی السنتهم، دین فقط لغلغه زبونشونه، ورد زبونشونه. یهوتونه ما در درت معایشهم، دین رو احاطه می کنن و فریاد اسلام و دین و مذهب سر می دن تا اون موقعی که معیشت هاشون فراهم باشه. اما فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون، وقتی بلا و آزمایش های سخت و سنگین مثل کربلا پیش میاد، قلت دیانون، نه اینکه نباشن، دیندارا خیلی کم میشن. اونهایی که در بلا، در آزمایش های سنگین بتونن سربلند بیرون بیان و این محبت خودشون رو تبدیل به عمل بکنن. این راجب اونهایی بودش که اونچنان که باید امام حسین علیه السلام رو یاری نکردن، خودشون رو نرسوندن، تنها گذاشتن حجت و ولی خدا رو. اما آیا قسمتی از این صحبت برای ما هم صدق نمی کنه؟ راجب شیعیان نیست؟ چرا؟ شیعیان هم باید توجه داشته باشن که این محبت همراه با عمل صالحه. برای شما روایتی از امام باقر العلوم نوه سید الشهدا علیه السلام بخونم که به جابر فرمودن حسب الرجل ان یقول احب علی و اتولی، کمون کردی که کافیه، همین بسه که یک نفر بگه من امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو دوست دارم و ولایت او رو قبول دارم. ثم لا یکون مع ذلک فعالا، اما بعد از این که گفت من قبول دارم و محبت دارم به امیر المومنین، در فعل خودش، در عمل خودش، رفتار خودش، اخلاق خودش، کردار خودش، چه عقیدتی، چه احکامی، چه اخلاقی، راه مولا امیر المومنین رو ادامه نده. سوالی میپرسن از جابر بن عبدالله انصاری، آیا گمون کردی که همین کافیه؟ نه، حتما باید در عمل هم پیرو امام علیه السلام باشیم. عاشق امام حسین علیه السلام هستیم هممون. خدا رو برای اینکه خیرخواه ما بود و محبت امام حسین رو در قلب ما جاداد، شاکریم. اما بیایم از امروز یه قراری با خودمون بذاریم، ببینیم امام حسین علیه السلام چگونه زندگی کردن. تک تک رفتارهاشون رو مطالعه بکنیم و هر روز به خودمون بگیم من امروز میخوام فلان رفتارم، فلان کردارم، چه خصوصیت فردی، چه اجتماعی، چه راجب عقیده و دین خدا، امروز میخوام این بخش از زندگیمو سعی کنم که شبیه امام حسین علیه السلام باشه. انشاءالله که خداوند شما و ما رو موفق بکنه
که پیرو واقعی امام حسین سید الشهدا علیه السلام باشیم. یه بخش کوتاهی ببینیم، برمیگردیم، باز هم خدمت شما خواهم بود. کجا لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تو در محبت خودت راستگو هستی اطاعت او رو خواهی کرد. ان المحب لمن یحب مطیع، به درستی که هر کسی که کسی رو دوست داشته باشه مطیع او خواهد بود. این شعر، شعر امام صادق علیه السلامه. ما خیلی از امام زمانمون خدا رو شکر دم میزنیم، افتخار میکنیم که عاشق امام زمانمون هستیم، اما حضرت صادق علیه السلام فرمودن که اگر دوست داری کسی رو، امام زمانت رو دوست داری، باید اطاعت او رو هم انجام بدی. از خطبه زینب کبرا امروز در کوفه همین درس رو میگیریم. راجب امام زمانمون هم همینطور، باید مطالعه بکنیم، بفهمیم رضایت حجت خدا در تمام رفتار و زندگیمون کجاست، همون رو دنبال بکنیم. میخواییم دل امام زمانمون رو مثل همیشه شاد بکنیم آخر برنامه و دعا کنیم برای فرج حضرتش. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. الهی، به اون لحظه استرار زینب در کوفه وقتی هلال خودش رو بالای نیزه دید قسمت می دهیم اللهم عجل لولی یکل فرج. تا به وقت سلامی دیگر، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.